خب استاد نجفی عزیز، همین الان رسیدیم در بوتکمپ. البته هنوز نرفتیم خونه وسایل بذاریم استراحت کنیم، یه راست اومدیم بوتکمپ که این تخت ماساژ بچه ها رو بذاریم. ایشون مسئول تربیت بدنی و سلامت فیزیکی بچه ها قرار باشه. بریم تو. حالا امروز قراره یه سری آدم جدید و خفن به امون اضافه بشن. یکیش آقا پوریاست. آقا پوریا دست کن. بچه ساعت 12:30 اسکیم دارن، از الان دارن یه دست پاپ میزنن که دستشون گرم بشه که موقع اسکیم خلاصه سرد نباشن. اسکیم منظورمون تمرین لابی با تیمای خارجیه، به این میگن اسکیم. این ورم الان دارن تخلیه میکنن. قبلا بچه ها این طرف بازی میکردن، اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی اینجا بود، الان اومدن توی فضای بازتر چون این ور هواش خیلی بهتره. الان داریم اینجا رو تخلیه میکنیم که بشه اتاق ماساژ بچه ها، که خب چون ورزش خیلی زیاد نمیتونن بکنن این شکلی با ماساژهای درمانی چیز بشن دیگه، شارپ بمونن، خسته نشن. فعلا داریم یه ذره جابجا میکنیم وسایل رو. آقای نجفی هم داره کلی خود زحمت میکشه اینجا. الان اتاق دیگه خالی شد، اینجا پر میز بود، این میز میره این ور و اینجا میشه در واقع اتاق ماساژ. اینم تخت ماساژ. وسایل هم حالا باز دوباره اضافه میکنم. اول صبح بچه ها دکتر اومد. سلام آقای دکتر، خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوشبخت باشی دکتر. ماسک پایین نه بابا، این چه حرفی دیگه. همه سلام، خوب هستم. چون دکتر تغذیه بچه ها هستن، با تو معرفی میکنیم. قربونتون، من علیم. علی آقای شمس. آره دیگه، گفتیم که حالا هر جوری بشه به بچه ها بتونیم بهترین شکل کمک کنیم و دیگه بهترینشون رو بتونیم ازشون بگیریم. حتما حالا به تغذیه با ساپلمنت های خوب بالاخره با یه نظارتی که بشه حتما که بهترین حالتشون بشه. عادی، خیلی خوشحال شدیم. این بفهمیم بشین اگه خواستیم بگم میتونیم بشین استراحت کنیم. اونم بچه ها آبمعدنی هم پدرام گرفته که بزن برای بچه ها هایدریت کنن. بچه ها درست میگم پدرام؟ هایدریت کنن. Don't forget to hydrate. سنت. جواب پاشه دکتر چی داده به؟ دکتر خودش بگه چی آوردی برای بچه ها؟ نه چیه؟ اینا مکمل ها ساپلمنت هاییه که توی حالا بهبود این سرعت عملشون توی رفلکسش توی کاگنیشن که حالا رفلکس ها و اینا توشه، مکمل منیزیوم و زینک خیلی موثره براشون. احسنت. حالا دیگه روزی یه دونه بخورن، هم جوشان جوشانه، هم زینک، هم منیزیوم. بسیار عالی. آره اینا چیزایی که از توی تحقیقات و توی طبق مقالات اثرش اثبات شده. بسیار بسیار عالی. ایوه علمی پیش میریم جلو، ببینیم چه چی میشه. ببین طبق مقاله‌ای که الان اومده خب اونقدر بررسی نشده خیلی زیاد، چون ای اسپورت در کل چیز جدیدیه به نسبت خب بقیه چیزای پزشکی. ولی خب جدیدن یه سری چیزای مقاله‌ای خوبی اومده، بعد یه دونه اصلا مقاله ریویو اومده که اومده قبلی ها رو بررسی کرده. یه سری چیزا توی خب سرعت عمل بچه‌ها در واقع توی اون فعالیت شناختی کاگ میشن که مثلا زیر مجموعه‌اش همین چیزایی که میتونی نتیجهاشو تو بازی ببینی، توی ریفلکسشون، توی مثلا اینهیبیشن یعنی تصمیم رو کنسل کردن، اینا همه تاثیر داره. بررسی شده که حالا مثلا چیا رو میتونه تاثیر بذاره. ما سعی میکنیم اونایی که میشه توی این چند روز، خب یه سریاش نیاز به کارهای بلند مدت‌تر داره، حالا ان شاءالله تیمشون بمونه و تیم اونجا ادامه بدیم، هم اینا رو هم پیگیری می‌کنیم. ولی حالا یه سری چیزایی که توی این چند روز میتونیم براشون انجام بدیم اینه که حالا یه نظارتی داشته باشیم، بچه‌ها هایدریشن خوبی داشته باشن. اصلی ترین گزینه است که آب بخورن، باشه پیششون همیشه در دسترسشون. حالا اگرم بالاخره چون تو بازی هم ذهنشون درگیره، میبینی یکیشون نخورده مثلا یه سیرشون بگیم آقا مثلا یه مقدار بیشتر بخور آب و اینا، چون 1-2% دیهایدریشن میتونه بالای 10% تاثیر بذاره تو راندمانشون. این خیلی مهمه. حالا وعده‌های غذاییشون مهمه که چجوری تقسیم بندی بشه برای اینکه خب بتونن اون تایم روزی که دارن و خب از یه ساعتی میاد تا یه ساعتی اینجا هستن، بتونن این تایم رو به صورت افیشنت‌تر استفاده کنن، بهتر بشه. حالا صبحونه‌شون باید خوب باشه، صبحونه‌ای باید باشه که بتونیم ما مثلا در طول تایم بیشتری جذب بشه، هضمش راحت‌تر باشه، غذای مثلا چرب نباشه، با مثلا قند بالا بهشون ندیم که دچار اختلال مثلا انسولین بالا پایین بشه، اون
چیزاشون هورمونا بالا پایین بشه اینا همه توی بازیشون میتونه تاثیر بذاره. کافئین تاثیر داره، قهوه تاثیر داره تا مقداری که باید حالا دوزش تنظیم بشه، کم زیادتر از اون خب نه بدتر میکنه، حتی میتونه ترمور بده، یعنی لرزش دست اینا بده. و همونجور هم که توی بچه هم گفتم از وقتی که اومدم، ساپلیمنت هم یعنی چیز کمکی هم منیزیم و زیرش منیزیم روی اثرشون تایید شده، مقالات قوی داریم راجبش که میتونه کمک کنه و بهبود ببخش. حالا اینا چیزایی که فعلا میتونیم روش کار بکنیم، انشالله تو دراز مدت تر کارهای دیگه هم میشه. آره دستتون درد نکنه. حالا ریستر برنامه که دکتر میده ولی اینجا نمیگنجه که من همه رو بگیرم، ولی ریز برنامه رو بچه‌ها صحبت کنیم. آفرین. دکتر برام مینویسه، بعد من حالا در طول بوتکمپ اینو یواش یواش تو ویدیوها توضیح میدم دیگه که برنامهشون چیه و که حالا بقیه پلیرام مثلا تو خونم داشتن تمرین میکردن از برنامه دکتر استفاده کنن دیگه، فقط یه چیز مثلا مخفی ازن تو بوتکمپ نباشه، همه استفاده کنن هرچی باشه. دستتون درد نکنه، مرسی. لایف استایل الان خیلی زوده هست، من قدرت بدنیم تو که جوری که اوکی الان نشون میگیده. خب یه تایمی که میگذره مثلا شاید در طول سال دو بار کلن برای اتفاق بفتی، تو الان دو بار کلن برای اتفاق بفتی که اون گرفتی یه لحظه شدید باشه، ولی وقتی سن که میره بالاتر اون آرزه هی مونده تبدیل به گره میشه، میشه تیرگر و تیرگر تشدید میشه. مثلا میبینی نشستی دیگه این حتی همین حرکت رو نمیتونی انجام بدی، میگی تا دیروز خوب بودم ولی جلو نمیتونی بیای. که اینا حالا باید این لایف استایل نوع خوابیدنت و نوع نشستن تو باید به مرور زمان درستش کنی که برای خودت آسیب نشه، چون در حال حاضر داری کار میکنی و هر دو تا کارم دوست داری، پس نباید به آسیب برسونی. خسته نباشی دکتر. خسته نباشی با بچه ها. اینم که تخت ماساژ رو حالا حرکات اصلاحی بچه هاست که ماساژ های درمانی قراره انجام بده. های نجفی نمیده این شکل. خب غذا تو بیا این ور سفارش بده ببینی چی میخوای. بیا این ور غذا رو سفارش بدیم. غذای بچه ها هم این ور اومده. چکرین. خب داریم میریم به استقبال دکتر امین زندی روانشناس مجموعه. اینه سلام امین جان چطوری؟ آقا چکرین بفرمایید. امجون قبلا تو زمینه روانشناسی ایسپورت فعالیت داشته، با پلیرها قبلا کلی کار کرده. امجون مستقیم همینجا اینجا اتاق کنفرانس بچه‌هاست، اونورم بچه‌ها دارن الان اسکرین می‌زنن تمرین می‌کنن. سلام. تو که همه تونو دیدم دیگه رندوم همجوری تصادفی بود تو یه زنگرده با بچه های گرب زدیم. خب من امینم، میتونی لاجیک صدا کنید فکر همونجا راحت‌تر هر کسی نیک نیمای صداش کنید. میتونی لاجیک صدا کنید. 34 سالمه، دکتر روانشناسی دارم، کارم هم اکثرا تدریسه و مراجعه دیدن روان درمانی به معنی خاص کلمه. یه فرصتی فراهم شد گفتیم که بیایم و ببینیم میتونیم تو برکت بریم بالا یا نه. یه ذره زمانمون محدوده نظر من. حالا من تاجه که میدونم شما یه دو تا بازی انجام ده، دو سری بازی انجام ده، سه روز دیگه هم یه بازی دیگه داری، بعدش یه هفته بعدش یه بازی دیگه دوباره بازی ده. یه ذره در مورد خودم اول بگم که یه ذره منو بهتر بشناسید، فکر می‌کنم کمک میکنه که با هم ارتباط بهتری بگیریم. خب من گیمر هم هست، 7-8 سالگی دارم گیم بازی میکنم، 34 سالم. گیم حرفه‌ای بخوام بهتون بگم چیا رو حرفه‌ای بازی کردم. خب کانتر استرایک بازی می‌کردم خیلی جدی، مثلا ESWC WCG زمانی که همینجا اینترنت کل کشور رو می‌داد. بعدش الانم بیشترین بازی که الان می‌کنم هیروز بازی می‌کنم، موبایل مثل دوتا نمونه، بیشتر فور فان بازی می‌کنم.
قبل از اینکه من تو این یه رو 20 دقیقه بگم یه چند تا نکته که تو همین مدت توجه کردم بهش، دوست دارم اگه شما سوالی دارید یا احساس می‌کنید نیازی دارید که من میتونم تا حدودی تو این زمانی که من مرتفعش کنم به من بگید. یعنی هر کسی احساس می‌کنه یه نیازی و ممکنه روانشناس بتونه براش برآورده کنه دیگه. از اینا که زیاد داریم ما ایران تیمی بخوام حالا بگم این سه مشکلاتی که داریم، حالا فکر میکنم نایمازان خدمت رو گفتن، ولی ما دو تا مشکل اصلی داریم. مشکل اصلیمون که اون کنترل نکردن هیجاناتمون تو بازی، اون تمرکزیمون تصمیم گیری تو لحظه است. مشکل دوممون اون موبان کردن از اتفاق بعدی که افتاده. دو تا بزرگتر مشکلاتی که داریم ایناست، ریست نکردن، اون منتال استابیلیتی رو نداریم. آره. به من دو تا تاپیک اولی که نوشته بودم تو هم نشسته بودم اینجا و دیروز و امروز نشسته سر زده خوندم ببینم مثلا تو ای اسپورت پروفشنال گیمینگ ها ایشو ها چی هسته، چه مقالاتی روش دادن، دقیقا همین دو تا تاپیکی که تو میگی بود حسین. یکیش کامیونیکیشن اسکیلز بود، یعنی مهارت های ارتباطی که باید داشته باشی تو این کالچر چی هست، خیلی مهمه. دومیش هم ایموشنال رگولیشن، تنظیم هیجان، همون چیزی که ما بهش میگیم ریست کردن، و مثلا چقدر طول میکشه تا یه اتفاق بدی بیفته و تو بتونی ازش مووان کنی. خب این نه فقط اینجا مثلا توی یه هفته ده روز یک ماه، بلکه تو کل زندگی خیلی افکتیوه. شما 5 نفر چه بخواید چه نخواید ریپرزنت کننده خودتون نیست، ریپرزنت کننده تیمتون. دورتون کثیف باشه تیمتون کثیفه. یکیتون حرف بد بزنه، حرف بد نه حرف زشت بد حرف بزنه، تیمتون رو داره ریپرزنت میکنه. میدونی؟ یعنی اون مایندست فردی رو شما چاره ای نداری به اجبار بذارید کنار. لااقل تا نمیدونم تا کی مسابقه ادامه داره، تا 2 هفته دیگه، تا 3 هفته دیگه. اون چیزی که ما اصطلاحا بهش میگن ایگو، مجبورید که تیمی فکر کنید، و این یه ضعف بزرگی تو کل جامعه ماست دیگه. من بیرون داشتم به نریما میگفتم شما نگاه کن، هرچی ما ایرانی ها توش خوبیم انفرادی، ورزشمون انفرادی، بیزینسمون پرسونال برند ها انفرادی. این نکته که اینجا خیلی مهمه، چه بخواید چه نخواید جز معدود گروه هایی هستید که تونستن توی چیزی که اینترنشنال خیلی مطرحه دیده بشید. چاره ای ندارید جز این که نان استاپ به جز گیمر پروفشنال بودن از ظرفیت های روانشناختی خودتون هم بالا ببرید. من تجربه همچین استیجی دارم بچه ها، خودم شخصا WCG سال 2003 بود 2006 بود تو دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، 12 تا تیم میرسیدم به اون استیج. من انقدر بودم با کوله پشتی رفته بودیم هممون اونجا، جو فضا آدم رو میگیره. خب ولی یه نقطه وجود داره، شما فرض کنید تیر 2 بری بالاتر، اون جوابش خیلی سنگین تر میشه، اصلا سبکتر نمیشه. اون چیزی که باید تو من تغییر کنه که من بتونم رگولیتد تر، تنظیم تر باشم، همش دائما تنظیم تر باشم، جو و استرس و این چیزا منو نگیره. اوید دیسترس کنید. اوید دیسترس یعنی چی؟ یعنی این که من فرض میکنم فیناله 3 روزه دیگه، خب چون من همش مایندستم و دیروزم که نریمان با من صحبت کرد من گفتش که 3 روزه دیگه مسابقه مهمه. این 3 روز هیچ کدوم از اکسترنال دیسترساتون رو قبول نکنید، از محیط، خانواده، دانشگاه، امتحان، ماشین، نمیدونم چی چیه، فلان، بیسار. سعی کنید این 3 روز رو تا اونجایی که امکان داره خودتون رو درگیر این فضاها نکنید، مگر اینکه خیلی اورژانسی باشه. اگه اورژانسی باشه آدم میپذیرتش، یعنی یه چیزی هست که منطق همه آدمای پیرامونی رو میپذیره که آقا این واقعا یه چیزیه که نمیشه، اصلا برو بابای گیمه، این خیلی مهمه. یه نکته ای رو میخوام بهتون یاد بدم اینجا کاملا درکش کنید، اینو شروع کنید اپلای کردن رو این دو سرویس. مغز ما مثل کامپیوتر، مثل CPU، هر چقدر اینفو درش بیشتر بشه، همونجور که کنترل آلت و دیلیت رو میگیری اونجا CPU و GPU داره بیشتر کار میکنه، برای شما همین اتفاق داره میفته. یعنی چه بخواید چه نخواید وقتی که دچار حمله اطلاعاتی باشی، مغزت داره کارهای دیگر هم رسیدگی بهش میکنه. خب ما اینو نمیخوام، ما چیزی که میخوام اینه که یک گروه آدم تمرکزشون 90% توربای کامپیوتر روشن کردن، 90% تمرکز و کانسنتریشنشون رو گیمه است. مشکل مالی 3 روز دیگه، مشکل خانوادگی 3 روز دیگه، ارتباط عاطفی 3 روز دیگه، هیچ اتفاقی نمیفته تو این 3 روز که بخواد خیلی استرس آور باشه که آدم بخواد درگیر باشه باهاش.
سیستم ترکید جور میشه، دو ساعت دیرتر جور میشه. سیستم سر مسابقه ترکید که بچه‌ها تموم شد نمیتونیم بازی کنیم، بریم بشیم یه چای با هم بزنیم. ایموشنال رگولیشن یعنی این. ولی حواستون به این باشه، حالا میدونم که بچه‌ها هم کارش تغذیه است، این چند روز اومده کنارتون هست، هر کاری میکنید سعی کنید خیلی حواستون رو سلف مانیتورینگتون باشه. نکته بعدی، وسط گیم بازی کردن وسط دوتا که بریک نداره، مگر اینکه پازی بدی یه دقیقه دو دقیقه است دیگه، یه همچین چیزیه. رو تنفستون خیلی دقت کنید، سعی کنید نفس‌های عمیق بکشید، دائما اکسیژن بهتون برسه. مغز بچه‌ها، کلا مغز ما با دوتا ماده کار میکنه، اکسیژن قند. حالا من دیدم اون متخصص تغذیه‌تون هم تمرکزش روی بود که آقا قندایی بخورید که نمیدونم انسولین رو بالا پایین نکنه، که فشار به بدن نیاره. چون اگه ایفورت زیادی رو بذارید رو گیم، و گیم واقعا آدم رو خسته میکنه، انگاری رفتی بیل زدی 7-8 ساعت پشت سر هم گیم بازی کردم، بیل زدی. شما میخواید با یه تیمی مسابقه بدید، برنامه از پیش داری. یه سری هیروها بند میشن دیگه طبیعتا، تو برکت شروع کنم بند شدن، میدونید میخواید چیا بردارید، مربیتون بهتون گفته چیا میخواید بردارید، چه جوریه داستان. اینه که من میگم میخواید حسن تو بکنید، خودتون نگاهتون به بازی سه روز دیگه چه جوریه؟ خیلی مثبت. خیلی من که میگم صد درصد میبریم چون تا حالا انقدر آماده نرفتیم به هیچ تیم خیلی برام مهمه که بتونید یه کامبک ایموشنال خوبی داشته باشید تو لحظات سختی که ممکنه اتفاق بیفته. یا مثلا یکی کرونا داره، مثلا با کرونا بتونیم بازی رو بریم جلو. مثلا بعضی وقتا تیم من ممکن مثلا یه حرکتایی بزنه که اصلا درست نیست، خب؟ و جدا از اون حرکت ها میکنی ندارم، چون خودم از حرکت خیلی میکنم، آره، پرچمدارش کنم، ولی یک سری حرف ها یا یک سری بادی لنگویج ها اینجا آمانی بادی لنگویج ها داری شد، خیلی تاثیر منفی روی من میذاره شخص خودم. آره، با هم یعنی هیروز بازی میکنی، رنگ بازی میکنی، کویک پلیر بازی نمیکنی. اگه بچه ما اصلا میشه هیلر بندیر، آقا اینو سه بار بکشم میگه من میخوام آلتو افچار بزنم هیروز آلیسکار کنم، خیلی تاکسیکه. من داشتم یه یک دو ساعت فکر کردم که چی میشه، میدونی چه توفیلی چه کادویی میتونم به شما خیلی این MP3 بدم که بتونه جلوی این تاکسیفیکیشن رو توی چت بگیره. به خود همین دوباره تکرارش کردم، میخوام هی تکرارش کنم تو ذهنتون بشینه که تو هرچی میگی اون تو نیستی که میگی، تیمست داره میگی، میدونی باختیم، نمیدونم ریدیم، نمیدونم اگه این کار رو نکنیم دیگه به فاک رفتی. واقعا بازی های گروهی کامبک های عجیب قریب داره. ما یکی دو ماه پیش یه دونه اتک میخواست به این تاور رو بازی برد، اتفاق میفته. اتفاقا بازی های قشنگ همونه دیگه، یه بازی که قشنگه همین شکلیه دیگه. من نمیدونم شما چند وقته با هم تیم میدنم، این ترکیب رو که میبینید بگیم جنین فقط مراقبت میکنه. این جنین باید صرفا ازش مراقبت بشه. ما انتظار نداریم از یه جنین چه میدونم بریک دست بزنه بعدش هم رو دستاش را برسه تا هم بالانس بزنه. ما باید جنین مراقبت کنیم، شما از این جنین نباید مراقبت کنیم. یکی از جمله های معروف من نریمارم میدونم، من اونقدری که تو گیم یاد گرفتم زندگی کردن و از اینجا یاد نگرفتم. تو وقتی که یه گیمو داری حرفه‌ای بازی میکنی داری زندگی رو بازی میکنی. حالا هر چقدر هم گیمه بره به سمت RPG تر شدن بیشتر خاصیت رو داره. مثلا اینکه World of Warcraft نمیرم دیگونتون شاید بازی کرده باشید، World of Warcraft وقتی بازی میکنی دارید همه این اتفاقا میفته، تو باید بتونی موفان کنی ازش. به نظر من کاملا صادقانه دارم بهتون که ماهیت کل زندگی از دست دادنیه. یعنی تو هر چیزی رو میتونی یه لحظه داشته باشی لحظه دیگه نداشته باشی. میتونی توی فایت بری اولین هیروشون رو بکشی بگه ایول ما دیگه این فایت رو بردیم، قارتون چهارتا دیگه بزنن شما پنجتا رو بکشن، و بتونی سریع ازش مووان کنی. اگه نتونی مووان کنی خیلی فاکت آف میشه همین چیز. همین ریز درصد رو باید شدی که الان یه تیم 10-15 نفری آدم اینجا جمع شدن، و خب تا اونجا که من میدونم تو هیستوری دوتا اولین بار، درست میگم؟ کلا تو هیستوری ایران اولین بار. ببین خب چیز داشتیم دیگه، مثلا تو کانتر استرایک تیریس و اندی سالها پیش رفتن کره و چین و اینا مثلا مسابقات،
ولی اونجا که روشون بچه بنی مثلا توی وارکرافت داشتیم، توی استارکرافت داشتیم. از اون نظر که تو کنات خارجی برن نه اولین بار نیست. دیویژن دو تو دوتا اولین باره. دیویژن دو تو دوتا اولین باره. آره تو تورنمنت خارجی هم مثل چیزه، مثلا بدنسازا هستن، مثلا میره مستر اولمپیای قرقیزستان مثلا میشه نفر اول، ولی خب مستر اولمپی کالیفرنیا که نرفته که مثلا مقام بیاره. دوتا یک رو میشه کسی گرفتن و نه آریانه اوکتایی آرام اوکتایی آرام اوکتایی دوست دوستای من آرامو از دور میشناسم. امید رضایی و آرام آرام اوکتایی میشناسم. نه من کیو پیت آره. در راستای چیزی که حسین گفت فقط یه نکته اضافه کنم به حرفای امین، من یه اصلی داشتم همیشه تو تیمایی که داشتم، حالا علی با من هم تیم بود و حسین هم با من هم تیم بود و رقیبتون نبود، اون یه مدت استنیم بود فیلیس، ولی حالا نمیدونم اونایی که هم تیم بودی این جمله رو احتمالا از من شنیدی. یه اصل روانشناسی خیلی 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 به تیمتون کمک میکنه. خب یه چیز بدیهی بهتون میگم، تا جایی که میتونید سعی کنید تیز نشید. خب خیلی واضح مشخصه، ولی امکان پذیر نیست. به هر حال آدم تیلت میشه و هیچ راهی نیستش که من به عنوان روانشناس بیام بهتون بگم که این کارو بکنید تیلت نمیشید. نه اصلا اینطوری نیست. یه گیم بالاخره یه نفر تیلت میشه. این بدترین حالته. وسط گیم ها. وسط گیم. بعد گیم میتونید سر هم داد بیداد کنید. هر چی بعد از بستاف تیری حق نداریم. یعنی وسط بستاف تیری نه. بعد گیم منظورم بعد از سریه. شما باید یاد بگیرید بعد از گیم همون شد، گیم اول همه چیز نیست، چه ببرید چه ببازید هنوز نبردید نباختید، در نتیجه همچنان حق ندارید بازیتون رو آنالیز کنید. بس در راستای همون حقی خیلی جا هست یا رو تیف نیست، ولی چون زیاد تحت فشار تو گیم، توی خود گیم پلی ها بچه ها میان دلداری بدن، مثلا میگن آقا تو بر میگردی یا تو فلان یا میری، یعنی حرفای مثبت میزنن. این هم مثل همونه یا نه؟ آره ببخشید ببین سادهش اینجوری در نظر بگیش، تمام اصلا تو الان حرفای منو به خاطر این میفهمی که مغزت داره در لحظه صدایی که تو دهن من میاد و ترجمه میکنه به زبانی که تو متوجه میشی. تو فقط اون دو تا بخش داره، من اصلا ساده سادهش، یه بخش هیجانی داره، یه بخشی داره که بهش میگن نئوکورتکس که توجه و تمرکز و فکر کردن و آنالیز و حل مسئله و تمام این مهارتایی که ما از این گربه متفاوت کرده تو این قسمت هست. اون که تو برمیگردی دیده برم چی چی داشتی مثلا اینا، اونا هم یه ذره ایموشناله. به هر حال فضای تیم داره میره سمت ایموشنال شدن. حالا درسته ایموشنش میتونه مثبت باشه، ولی به هر حال فضا رو داره ایموشنال میکنه. در ما حرف قشنگ زد، گفت سعی کن تیلت نباشه. الان میخوام بگم چجوری سعی کن تیلت نباشی. چجوری سعی کن تیلت نباشی؟ مدل نشستن تو رو صندلی رو سونه هم موقع مطمئن شو. حالا یه دشاد عادت دارم پاهاشون رو بذارم بالا گیم بازی کنن، نمیدونم مثلا خاتو بذار رو زمین، یه ذره حواست رو جمع کن، بهش میگم بادی اسکن، حواست رو جمع کن که چجوری نشستی. ببین مثلا میبینی که دست مثلا ببین الان تو نشستی رو صندلی، تو الان حواست نیست ولی صندلی داره بهت فشار میاره، الان که من بهت گفتم داره حواست جمع میشه. ببین مثلا هر چیزی که تو رو بیاره تو اینجا اکنون، بیاره تو این لحظه، داره توجه و تمرکز تو رو بالا میبره. میفهمی ایموشنالی، ولی شروع کن بادی اسکن کردن، نفس عمیق کشیدن. اولین راه حل ساده رو میدم اینو بنویسید اینجا. هر دفعه تیل شدیم به جای اینکه اومدید غر بزنی، همین که بگی چرا این کار رفتیم، نمیگم حرف نزن. به جاش فکر کن که اوکی برای فایت بعدی چه پلنی بریزی، الان چه جوری میشه این ترر رو اوکی کرد، اونو بگی. اگه راه حلی به ذهنت نرسید حرف نزد. این کسر نمیشه میگه، هیچ کمکی نمی کنه راجع به فایت قبل نفت بزنیم. اومدیم فایت داریم، آیندهش چی میشه دیگه؟ داره که ما فایت رو خوردیم تموم شده دیگه، هیچ دلیلی نداره تکرار کردن. به جاش چی؟ حتی اینم نه که بچه دیگه اینجا فایت نکنیم، اینم نه. خب اونش همه میفهمم، میدونی؟ هنر نکردی، خب اینجا فایت کردی خورد دیگه اینجا فایت نکنید، نه بچه زنده شدیم دو این فارم کنیم مثلا منظرم تا فلان چیز بیاد بعد حالا اصلا یعنی این مثلا دیگه یه دوپینگیه که اصلا ما علاوه بر روانشناسی بخوایم بهتون بدیم راه حل دیگه ای نداره. این اصول رو برای خودتون از الان تعریف کنیم. مثلا میام محمد مثلا میگفتش من خیلی کمرم درد میگیره، یا
مثلا استایل نشستنم جوریه که کمر دستم مرمور میشه. خب این برای خود ممکن سیاتیکش و آرشیوارتوزش چه خب خیلی نزدیکه. این اگه بخواد اوت کنه وسط گیم باشه یه دفعه کمرش چیز کنه کلا فوکوسش از دست میده. نریمان چه نریمان که نبونه. من پروفایل ندارم هنوز. نریمان رو باید بکنم از اول بسازی. نریمان آره دیگه چیز دیگه. گیرگاهش هم قبولش نمی کنم کارتره نداره قبولش نمی کنم. این هم شده اتاق ماساژمون و این هم فعلا تجهیزات پوریا و این پایین هم قراره یه شمع بذاره زیر سر بچه ها از شمع های محدد پوریا هم از بوریا این دوتا تیریگر پوینت بکنم نیشه خدا در من پروفایل هم بخواد برم من پروفایل هم بخواد برم من پروفایل هم بخواد برم اینه آها خب یکی اینه خب این میادش کنم اینجا یکی بیا کنم اینجا آها خب باید چیکار اینجا تیلگیر کنیم تست بیا برزن باز میشه مشکل من داره بابا یه بار فیلم نگه برای تعریف کنم بزنید بچه الان اسکرین دارم به صورت دیکاورن من خیلی مزاحمشون نمیشه این من فقط دارم میرم که چراغشون رو خاموش کنم چون که بچه عادت دارم با چراغ خاموش بازی بکار بریم اون طرف چراغمون بر الان اسکریم هم شروع شده چراغ هم خاموش کردیم امزندی هم بالا سر بچه هاست دیگه به عنوان روانشناس همه چیز یاد زیر نظر داره کامیونیکیشن بچه ها و نحوه ارتباط برقرار کردنشون و همه اینا وارد کاشته اونم میدونه تو وارد کاشتی گاگون نیستن ولی قشنگیش ببینید که خیلی همه چی داشت تمیز اتفاق میفته خیلی خوب بود ببینید حتی وایساتون یعنی لول وایساتون خیلی خوب بود مثلا حسین یه زبان بلندتر صحبت میکنه تو یه زبان صدات هم بلندتر بلندتر صحبت تو مثلا کمتر صحبت میکنه یعنی به جا صحبت میکنه کامیونیکیشن رو من خیلی داشتم حال کرد اصلا شلوغ نبود هیچ جا شلوغ نمیشه شلوغ که میشه دیگه آدم گوگیجه میگیره اصلا نمیدونم چی کار کنم هشم به نظر من چیرز تو بازی تمیز با خود همیتی نه بازی خیلی تمیز اینا خیلی تیم قوی بودن جورشون بازی آره. کرد ببینمش ببینم آه این سگته آره. اسمش چیه؟ سلیم خوشگله خیلی خوشگله این قضا خوردن این بچه هم بگیرم نصیب نمونه صداشو نمیگیره ایش نمید صداشو این رو خاموش کنی کنی یه خاموش کن راسته رو بزن بشنو بشن مثل تلفون میده استارت ماشین رو میده چرا؟ خالی کنه خالی کنه این صدا رو میده من چی شد که تصمیم گرفتی یه کوچه هندی رو با هم کادو دادم به اکثرا همه اینه که کوچه هندی میگیرم پتشون کادو میگیرم نه به قضیه داره اینا من رو بک‌گراند لپتاپ هم توی دانشگاه یه عکس کوچه هندی داشتم بعد یه بار رفتم ارائه دادم استاد گفت این چیه گذاشتی رو بک‌گراند میخوام مثلا ارائه بدم خیلی کیوت واسه دانشگاهی نه یعنی گفتم من اینو عوض نمی‌کنم به خودم قول دادم تا زمانی که یه دنیای نداشته باشم این رو بکران دستاپ هم بمونه حالا قد تنور یکی بچه ها سر همون برای خوب شد کچولو بود اون وقتی آره این قد نماشون نماخی خب بچه ها خسته نباشی چطور بود امروز بود کرد؟ عالی پرفکت جدی؟ امروز بطنی روز بود با عدسی روز خونه امروز بدترین روز از نظر وینولوز یا از نظر پرفورمنس نبرومی شد اسکرین سه تا در کنسل شد دیگه سه تا آه یه دونه که سر اون چیز کنسل شد اون طرف خودشون کنسل کرد ولی اون روانشناسی رو خفن سشن روانشناسی رو دوست داشتیم آره. آقا شب بخیر معرضه هم که بهترین قسمت رو داشتیم بازی آخرش حالا اون وقت جوان جفتی خسته نباشی قربونت بریم دیگه بریم آقا با کمپ خدافزی میکنیم با آقا محسن گل خدافزی میکنیم و بریم به سمت ماشین من قشنگ 4-5 روز درست حسابی نخوابم دیگه امشب قول دادم که درست بخوابم پوریا نجفی امشب میاد پیش من مسئول سلامت فیزیکی و ماساژ رو بچه ها الان هم داریم با
امین میریم شام و بشیم صحبت کنیم بجو به اینکه چه پلنایی بهتره برای بچه ها. امروز یه جلسه براشون گذاشتیم، خیلی مفید بود، خیلی موثر بود. بعد از اسکرینشون با یک تیم خیلی خوب، با وجود اینکه خب خیلی تیم قوی بودن، تیم تقریبا تیر یک بودن، ولی دوباره خودشون خواستن که با بچه ها اسکرین بزنن و روحیه بچه ها فوق العاده بود، منتالیتیشون فوق العاده بود، تمام چیزایی که صحبت کردیم انجام دادن انصافا به طرز غیر قابل باوری. همه چی فعلا بد نیست و داره خوب پیش میره. یعنی ما اصلا برامون وین و لوز اون بازی مهم نبود، مهم بود که اون صحبتایی که راجب مایندستشون و طرز تفکر و رفتار و ارتباط برقرار کردنشون با هم کردیم و انجام بدن که انجام دادن و به نظرم یه قدم رفتیم جلوتر امشب بعد از اون جلسه که گذاشتیم با بچا. و حالا امیدوارم همینجوری پیش بره دیگه. منم دارم میرم با همین کورس میگم جلسه بزنیم واسه ادامه جلسات روانشناسی بچه‌ها، که روی کامیونیکیشنشون کار کنیم، روی کالایی که توی بازی میدن کار کنیم، روی اینکه چجوری بعد از بازی ریست کنن، اگر بردن هیجانی نشن، جوگیر نشن، اگه باختن ناراحت نمونن، زودتر گذر کنن برند گیم بعدی و روی گیم بعدی تمرکز کنن، تمرکزشون از دست ندن و مسائل شبیه این پلن بچینی و باز میگم کوتاه مدت و مؤثر روشون کار بکنیم، چون بعد فشرده کار بکنیم. 3 روز دیگه بازیشون، امروز 5 فروردین، 8 فروردین اینو بازی دارن. قطعاً 3 روزه نمیشه همه چی رو فیکس کرد، ولی خب میشه خیلی فورس ماژور، خیلی رفتارها و بچه‌ها موقتی خلاصه اعمال کرد. و خوبه دیگه آقا رسیدیم سر ماشین، بذار من بعد دیگه ببن. امینم فکر کنم خسته شد، من هر چی میگه یا دوربین گرفتم دستم دارم فیلم میبینم چیه که بس دیگه. نه شوخی میکنم، امین خیلی خوش اخلاقه، هیچ وقت اینطوری نیست دیگه. بریم دیگه آقا، دوستتون دارم فعلا، خدافظ.